شیری. 12 دقیقه مسابقه، پیروزی 1-0. فرصت برای گل دوم و گل دوم توی دروازه. غلام رضا رضایی روز خوبی رو داره پشت سر میگذاره. یه پنالتی گرفت و توی این حرکت سریع با یک ضربه هوشیارانه وحید طالب رو مغلوب کرد. پرسپولیس 2-0. بازی خوبی رو دید تا اینجای کار و این هواداری که حالا دیگه لیدری رو نمیبینن و کانون مشوقین به اونها یاری میرسونن در انجام حرکت های مطلوب. با هم مرور میکنیم. اشتباه در قلب دفاع غلامرضا رضایی و این ضربه بغل پای فنی او آروم آروم در دروازه قرار گرفت. اشتباه در ساختار دفاعی شاهین بوشهر، در این صحنه کاملا مشروط است. 4 مدافع 1 دروازه‌بان مقابل غلامرضا رضایی مغلوب میشند. تا اینجا کار عملکرد مصطفی دنیزی توی این بازی مورد توجه هواداره پرسپولیس هم واقع شده. همکارانم در حرکت آهسته از زوایای مختلف این گل رو به تصویر میکشن، گل دوم سرخپوشان رو. فیروز کریمی ایراداتی بگیره از نگاه کارلوس کیروش. یه لحظه هم اونجا دیدیم بعضی از تماشاگرها شیطنت میکردن و لیزر میداختن تو چش وحید طالبلو. نوری پشت توپ در منطقه مناسب، بادامکی هم هست. هر دو تیم بازی خوبی رو ارائه کردن و سرخپوشان بودن تا اینجای کار. دو بار دروازه شاهین بوشهر رو باز کردن. نوری ضربه‌اش رو میزنه، خوبم میزنه و گل تماشایی محمد نوری. محمد نوری یه گل عالی رو به ثمر میرسونه و واقعا کار کرده بود توی این صحنه. مصطفی دنیزلی با نگاهی مغرورانه از این نتیجه تا اینجای کار، مدت ها بود که همچین تجربه ای رو نداشتن و یادشون رفته بود که تا دقیقه 20 به تیمی 3 گل بزنن. این اتفاق در بازی با شاهین بوشهر داره رخ میده. از این نما میبینیم واقعا عالی زد. پرسپولیس 3 شاهین بوشهر 0. حالا شیرازه تیم شاهین بوشهر یه جورایی به هم میرزه و فیروز کریمی باید تدبیری رو اتخاذ بکنه تا تیمش به بازی برگرده. زیبایی گل محمد نوری در حرکت آهسته از زوایای مختلف به تصویر کشیده میشه. خطا به سود شاهین. شکست شاهین هم در این بازی با توجه به پیروزی شهرداری تبریز کار رو برای شاهینی ها سخت خواهد کرد. یه لحظه قافر شدن توپ در دروازه قرار گرفت. خود بازیکن هم در داخل زمین مات و متحیر. در حرکت آهسته خواهیم دید چه اتفاقی افتاد اونجا. هنوز باور نکرده معمارزاده که دروازهش باز شده. توپ از این لحظه رو دروازه فرستاده شد خیلی راحت. تنهایی به این راحتی دروازه رو باز کرد و حالا اختلاف به 2 گل میرسه. فرمودید بازی خواهد کرد و گویا وحید هاشمیان رو از زمین بیرون آورده. حالا مهداد اولادی و غلامرضا رضایی هم باید کار دفاعی رو انجام بدن، هم در کارهای حمله مشارکت داشته باشند. پتروویچ پاس برای نظرزاده. شکوهی حفظ توپ شاهینی ها. علیرضا محمد یه ضربه سر، یه لحظه اشتباه از هادی شکوری. فرصت برای رضایی که میتونه پاس بده اونجا و کار یک ساره بشه توی دروازه. توی دروازه یه پاس عالی مهداد اولادی روی اشتباه مسلم هادی شکوری. حالا این گل چند جهت اهمیت پیدا میکنه. میره در آغوش مصطفی دنیزلی هم
شادیش رو تقسیم میکنه. اندیشه های تهاجمی مصطفی دنیزلی حتی با یک بازیکن کمتر هم کاملا مشهود هست. نگاه مات و متحیر فیروز کریمی که شاید با توجه به این اشتباه حالا هادی شکوری رو از زمین بیرون بیاره. این کارها رو زیاد انجام میده فیروز کریمی. پاس عالی غلامرضا رضایی. این کنترل خوب، یه پنالتی گرفت، یه گل زد، یه گل ساخت. همکارانم در تمام صحنه تصاویر رو با هوشیاری به ثبت میرسونن و در این گونه حرکت آیسه حتی در صحنه هایی که داورم یادش میره ما رو متوجه میکنن که چه اتفاقاتی در این بازی رخ داده.